Bonjour et bienvenue dans Taste, le magazine. سلام و به برنامه مزه مجله تغذیه و آشپزی یورونیوز خوش آمدید. امروز به بورگونی فرانسه آمدیم که شرابش معروف است. اما امروز می‌خواهیم درباره یک نوشیدنی استثنایی دیگر یعنی ساکی صحبت کنیم. گوتی روسی، ممنون که ما را به تاکستان خودتان دعوت کردید. شما شرابشناس و کارشناس جهانی ساکی هستید و کتاب مرجع نیهونشو ساکی ژاپن را نوشتید. کمی از ویژگی‌های ساکی برای ما بگویید. سلام و خوش آمدید. آنچه طعم ویژه ساکی را می سازد، ماده اولیه آن یعنی برنج است. میوه در شرایط طبیعی بعد از تخمیر شراب می دهد، اما حبوبات اینطور نیستند. ساکی ژاپن حاصل نبوغ انسانی است. حالا به اتاق شرابچشی این تاکستان می رویم و کارشناس شراب ویژگی ساکی را برای من شرح می دهد. طعم‌های شناخته شده انسانی 5 تا هستند: شوری، شیرینی، تلخی، ترشی و اومامی. اومامی یعنی خوش‌طعم، مثل طعم غذایی که با آرامی پخته و جا افتاده باشد. ساکی به شکل طبیعی شیرینی و اومامی دارد و کمتر از شراب یا آبجو تلخی و ترشی دارد. پس به شکل طبیعی خوش‌طعم و خوش‌خوراک است. پس ساکی با بعضی از غذاها بسیار خوب است. قطعاً، به خصوص با غذاهایی که خوردنشان با مشروبهای دیگر سخت است، مثلا غذاهای دریایی، تخم مرغ و مارچوبه. املاح آهن با غذای دریایی نوعی طعم ناخوشایند دریا تولید می‌کند، اما ساکی املاح آهن ناچیزی دارد، بنابراین با غذاهای دریایی بسیار می‌چسبد. برای دیدن یک کارشناس دیگر ساکی راهی شامپاین می شویم، منطقه‌ای که شراب گازدارش معروف است. سیلوان، شما ساکی شوی اروپا یعنی بزرگترین رویداد ساکی بیرون از ژاپن را برگزار می کنید. آیا علاقه آشپزهای اروپایی به ساکی بیشتر شده است؟ ساکی که از ژاپن می آید طبیعتاً با غذای ژاپنی هماهنگ است، اما انواع آشپزی اروپایی می تواند از آن بهره ببرد، چه فرانسوی و چه ایتالیایی. ساکی در انواع آشپزی از غذاهای رستوران‌های معمول گرفته تا رستوران‌های 3 ستاره نه تنها غذاها را کامل می کند، بلکه به غذاهای کلاسیک هم طعمی تازه می دهد. آرنول آلمان سرآشپز 3 ستاره میشلن است. او از نسل تازه آشپزهایی است که دوست دارن غذای دریایی را با ساکی ترکیب کنند. خوبی؟ ما اینجا امتحان می‌کنیم. ساکی مشروب رویایی من است و شما را با غذاهای خودم به دوردست‌ها می‌برم. امروز با خوراک خرچنگ بریتانی شروع می‌کنیم که تازه است و به خوبی برای پخت آماده شده. بعد سبزیجات را درونش جا می‌دهیم و همین سبزیجات است که باعث می‌شود طعم نهایی این خوراک دریایی با ساکی هماهنگ شود. من اهل منطقه شامپاین هستم و کمی پرجنب و جوشم. از خیلی وقت پیش به ساکی و گازدار بودنش علاقمند بودم. برایم نوعی کشف جالب بوده. خب، حالا شلغم را کنارش اضافه می کنم و بعد می توانید آن را بخورید. خب، الان غذا آماده چشیدن است. اول کمی از آن را امتحان کنید، بعد ساکی را بچشید. آهان، بله. شلغم است که میتواند طعم ساکی و خوراک خرچنگ را به هم پیوند بدهد. شلغم کمی هم تند و تیز است. طعم شلغم یعنی طعم عنصر گیاهی به طعم ساکی پیوند می‌خورد. ممنون آرنو.